بکر تو بزرد هشم مسیح به نسلی اخ خلاصی گلن و مشای مراشق ایلت یعقوب در ادامه قوانین عبودازارا فصل 11 هم از هم آنن فرمان نهی داریم لوت آننو یعنی زمان ندهید. چه کسی خونده شده معانن؟ کسی که زمان میده. اینها افرادی هستن که نطنه ایتیم هستن، زمانهایی برای هر کاری قرار میدن. به عنوان مثال میگن که بر طبق مزال فلان ساعت یا فلان روز، بر طبق مسائل ستاره شناسی، فلان روز یا فلان ساعت برای فلان کار خوبه یا اینکه بده، یا اینکه شایسته است کسی که در فلان موقع همچین کاری انجام بده موفق میشه، یا همچین سالی برای همچین کاری خوبه، یا فلان ماهی بده برای فلان چیز. و کلا کسانی که اینگونه زمان تعیین میکنن برای انجام دادن مسائل و یا انجام ندادن، اینها از این فرمان نهی تورا میگذرند. بلکه انسان باید همیشه بدونه که همه اینها به دست عبادش خالقه و نیتش فقط این باشه که توکل بکنه و ایمان داشته باشه به هشم و در هر زمینه تلاش خودش رو انجام بده. و اصول لعنن، این کار، این عمل ممنوعه، با وجود اینکه عملا انسان هیچ کاری نمیکنه، فقط در فکرش و در ذهنش این مسائل میگذره. یعنی به صورت عملی آوانی انجام نمیده. و چه کسی که به این مسائل ایمان میاره و چه کسی که خودش این مسائل کذب و دروغ را که ابلهان به اون ایمان میارن اعلام میکنه و میگه. و همینطور این لا فرمان یک شامل یک مورد دیگه میشه، تا اخذ تعینین. پس او میگه لو تعوننو، یک معنیش هم اینه که تردستی و شعبده بازی که چشم دیگران را میگیره و باعث میشه که دیگران نفهمن چجوری این اتفاق افتاده، این عمل را هم انجام ندید. یعنی کسی که برای ما، برای اسرائیل ها اصوله که شعبده بازی بکنن و تردستی بکنن، با وجود اینکه مسلماً همه اینها به صورت طبیعیه و این جادویی توش وجود نداره، اما تورا اومده این مورد را ممنوع کرده. البته دیدنش مانعی نداره، ولی خود انجام دادن این عمل، تردستی و شعبده بازی کسی که انجام میده، از این فرمان نهی تورا لوتعوننو میگذره. باز فرمان دیگه ای داریم که میگه که در بین تو خوبر خاور نباشه. خوبر خاور، اینها کسایی هستن که ورد میخونن و کلمات و صحبتهای بیمعنی رو از دهان خارج میکنن و میگن که این کلمات و صحبتها یا جملات قدرتهایی داره که میتونه به صورت ماورای طبیعی بر روی مسائل مادی تأثیر بگذاره. و به عنوان مثال میگن شمامر کاخ به کاخ، اگر کسی مثلا همچین وردی بخونه روی مثلا یه ماری، همچین وردی بخونه، اون ماره دیگه نیش نمیزنه یا اون عقربه دیگه صدمه نمیزنه. و یا کسی که فلان وردا و فلان چیزا بخونه در مورد یک آدمی، باز اون آدمه هم هیچ وقت صدمه نمیخوره. و بعضی اینا هستن که فقط ورد میخونن، بعضی هاشون هستن که چیزی هم در دستشون میگیرن و این کارو میکنن، مثلا کلیدی یا سکه‌ای در دستشون میگیرن و چیزهای شبیه به اینها، کارهای شبیه به اینها. تورا اینها را اسطور کرده و فرمان نهی تورا میگذاره کسی که این اعمال را انجام بده. و همچنین کسی هم که به این موارد ایمان بیاره، این هم فردیه که آوون کرده، فایو مکین اوتو مکت مردود، و حتی زمانی که به دین بوده مجازاتش میکردن، که با وجود اینکه خودش عملا این کار انجام نداده، ولی به خاطر اینکه به این مسائل ایمان آورده، این از این ممنوعیت به شکلی گذشته. و تمام اون صداهایی که از دهان خارج میکنن، یا اون اسامی شنیم اون شنیم عجیب و غریبی که ذکر میکنن این افراد، لو یاره و هرموام شهادت میده که نه بدی میکنن بگم هته و نیتام، و خوبی هم نمیتونن بکنن. یعنی انسان، یک انسانی که، یک اسرائیلی که ایمان داره و بر طبق تورا پیش میره، هیچ وقت نباید به این مسائل، به این وردها اعتقاد داشته باشه. در یک حالته که خخامیم ورد خوندن رو مجاز کردن،
و اون در گمارای شباتی که میفرماین کسی که عقرب یا مار اون را گزیده مجاز کردن که بر روی اون محل گزیدگی ورد بخونن و حتی در شبات. او گفتیم که این هیچ فایده ای نداره، پس چرا مجاز کردن؟ میگه که دل یشف دعفه الخزق لیبو، به خاطر اینکه تأثیر روانی روی اون شخص بگذاره، با توجه به اینکه این مسئله در صورتی که اون شخص عصبی بشه و ناراحت بشه میتونه مشکل ساز بشه براش، و ولی اگر آرامشش را حفظ بکنه احتمال و شانس اینکه سلامتیش رو دوباره پیدا بکنه بیشتره. بنابراین خخامین با توجه به اینکه میدونن که خیلی آدم‌ها به این موارد اعتقاد دارن با وجود اینکه اینها دروغه، با این وجود مجاز کردن که برای کسی که اعتقاد داره بر روی اون مارگزیدگیش یا عقرب گزیدگیش حتی ورد بخونه تا اینکه از لحاظ روانی تأثیر مثبت روش بگذاره و قلبش را قوی کنه به اصطلاح رمبان. با وجود اینکه این مطلب انو مایل کلوم هیچ فایده ای نداره، یعنی به صورت فیزیکی هیچ شفایی نداره، ولی همین که به صورت روانی میتونه اون را خیالش را راحت کنه و این فرد هم در خطر قرار داره به خاطر اینکه از ناراحتی مشکلی براش ایجاد نشه، این موضوع را مجاز کردن. یا مورد دیگه هستش که حلوفش حل همکا، کسی که ورد میخونه بر یک ضربه ای یا زخمی و یا پاسوقی از تورا را میخونه، پاسوقی از تورا را بر روی زخم میخونه و یا حقوره علتی نخشلوی بعد، کسی که یه پاسوقی یا برای به صورت ورد مانند برای بچه کوچیک میخونه که به عنوان مثال نترسه یا گریه نکنه، و یا کسی که سفر تورا یا تفلین را بر روی کودکی میگذاره به خاطر اینکه اون بچه خوابش ببره. این افراد هم آوون سنگینی انجام میدن و هارنبا مینویسه که کافی نیست برای اونها که اونها در زمره منخشین و خوریمن، افرادی که نخش میکنن و حالتهای جادو و جنبل میکنن و به اصطلاح ورد میخونن، بلکه همچنین در زمره کسانی هستن که کافر شدن در تورا به خاطر اینکه اونها مطالب تورا را شفای جسم میکنن و مطالب تورا رو سطحشون اینقدر میارن پایین، مثل اینکه فقط صرفا یک وردیه که میتونه جسم و بدن رو شفا بده و نیست، بلکه شفای نشاما و جان، همونطور که پاسخ میفرماید دیو خیم لنفشخا، این موارد زندگی برای نشاما و جان تو. اما کسی که سالمه و حالا پاسوخها و یا میزمورهای تهیلیم را میخونه یا از هر جای دیگه به خاطر اینکه ماگن بشه، سپر بشه و مدافع بشه زخوت خوندنش بر اون فرد و نجات پیدا بکنه از سختی ها و از ناراحتی ها، این مجازه. ولی اگر که شخصی بیماره و بالای سرش بخوان به صورت ورد مانند پاسوخ یا تهیلیم ها بخونن یا تفیلین بگذارند یا سفر تورا بذارن، این را هارنبا مینویسه که جزء منخشیم و معاننیمن و نه تنها این بلکه کافر شدن به جنبه هایی از تورا. ریبی خانون یا به نقشه ها مراسه ها قدش فارخول زکوت اسرائیل رفیخ ها اخیر برای این تورا می سود.